رادیو همراه، بفرمایید. صبح شما بخیر آقای دکتر. صبح بخیر، بفرمایید. بله، با این وقایعی که اتفاق می افتاده، حالا این چند چیزایی که در این چند روز اتفاق افتاده و یا مسائلی که در تمام دنیا هستش، به نظر میادش که اینها تمامش مهم نیستش، که این یا شاید اغلب این مسائل از دین و مذهب میاد. یعنی با از اون موقعی که برگردیم ببینیم که تو جنگ های صلیبی اروپا چه اتفاقی افتاد، یا جنگ هایی که تا قبل از 1963 لبنان همه داشتن با راحتی و با آرامش زندگی میکردن، مسیحی با کلیمی و شیعه با سنی، هیچ کس با هم مسئله اونطوری نداشت، حتی حکومت هاشون شامل این بودن، تا اینکه کم کم مسئله مذهب پیش اومده و دیگه از همون موقع همه اینا به هم جمع. من ببخشید، چون مطالبی میفرمایید که مقدمه شاید برای یه نتیجه گیری، من نمیدونم این برداشت و دریافتی که شما میفرمایید از کجا میاد. یعنی اولا اگر سابقه ادیان یا ادیان بزرگ رو بگیرید، یهودیت مال 3400 سال قبل، مسیحیت 2000 سال قبل، اسلام 1400 سال قبل، تازه این یه سلسله ادیان سامی هستند، در حالی که ما یه سلسله ادیان هندو اروپایی داریم، یا هر سوی در ایران به هر حال عزیزان زرتشتی رو داریم، بعد در افریقا 4 یا 5 شعبه دین هست، حتی در اقیانوسیا استرالیا. یعنی علت که اینو خدمتتون عرض میکنم، من چون نمیدونم بعدا چه نتیجه ای میخواید بگیرید، اولا این ادیان بودن، پس این که کی به جنگ و جدال پرداختن یه قصه دیگری هست. ولی چون نتیجه گیری فرمودید که این نتیجه ادیانه، بسید من گرچه خیلی زوده چون نمیدونم هستالی کجا میخواید برید، ولی اگر کسی بگه همه این بحثا بحثای اقتصادیه یا همه اینا بحثای عرض کنم اعتقادیه یا اینا همه مسائل بیماری های روانی انسانه، خب اونا میشه اینجوری ازش نتیجه گیری کرد. ولی به همین جهت است که اگر هستالی، من حرفی ندارم، نظرتون رو بفرمایید، اگر بعدا لازم شد خدمتتون عرض کنم که واقعا به چه دلیلی یا بر مبنای چه استدلالی به این نتیجه رسیدید. بذار جمله آخرتون من مبنا قرار بدم، شاید واقعا حرف شما این نبود و نیست، ولی من بگم اینجوری یه تیکش رو فهمیدم که مسائل و مشکلات برمیگرده به موضوع دین. منم خدمتتون عرض میکنم که دین، اگر شما باوری به این که از جانب خدا آمده و او تصمیم گرفته و تقسیم کرده نداشته باشید، معناش این است که انسان ها اومدن یه مجموعه از باورها و احساسات خودشون رو جمع کردن در مناطقی در زمانهایی و اسمش رو دین گذاشتن، و بنابراین این مسائل انسانی است، همونطور که یه چیزی به اسم خانواده وجود داره. یعنی برگردیم بگیم همه اینا برمیگرده به مسئله خانواده، یا حتی فرض کنید شما در نظام مارکسیستی معتقدن اولین جنگ و اولین ستیز طبقاتی میان زن و مرد رو خانواده بوده، و بهش هم به راحتی میتونن استدلال کنن به خیلی چیزا. این که شما میفرمایید نتیجه دین هست، خب میشه گفت نتیجه ویژگی روانی انسان، انسان یه موجودی است که باورمنده، این باورها در یه منطقه به یه شکل و فرمی در میاد و بعدا آدم ها وقتی به دنبال این باورها هستن اونو این گونه میپذیرن. بنابراین شما الان بفرمایید در کدام نقطه جهان متولد شدید یا زندگی کردید، با احتمال 70-80%، 90% میشه گفت دین شما چیه، چون اصلا ادیان جنبه کاملا جغرافیایی الان دارن، حتی تاریخی هم ندارن. یعنی بسته به اینکه کجا هستید، اگر شما فرض کنید حتی در کشورهای مسلمان هستید، یه چیز نزدیک 90%شون سنی هستند، توی 20-25 تا کشور شما متولد شدید احتمالاً سنی هستید، در ایران متولد شدید چی هستید، تو عراق هستید یه درصدی هست. و اینکه بگیم ادیان هستن یا نیستن مسئله نیست، یعنی مشکلی رو حل نمی کنه، برای اینکه این مجموعه باورهاست. بعدم دیدیم که اخیر عملاً
حداقل بحث کنید از 1848 که مانیفست کمونیست مطرح میشه تا زمان به هر حال جنگ جهانی دوم که چیزی نزدیک 100 ساله و بعد تا زمان فروپاشی که مثلا 120 40 ساله، هر جوری که میخواید حساب کنید، بزرگترین نیرویی که به صورت یک مذهب با تمام احساسات و باورها در جهان حاکم شد مارکسیست یا کمونیست و میلیون ها نفر رو هم بکشتند. حتی در یک کشوری مانند اتحاد جماهیر شوروی یا چین، حالا بر اساس گزارش ها چه استالین 28 میلیون رو کشت یا در چین 35 میلیون در این مسیر فرهنگی کشته شدند. خب همه اینا اعداد و رقم و انسان هستند. اینجا دیگه بار خدا و پیغمبر خدا توش نبود، اینجا بار یه باور مذهبی بود. به همجاست که ما در جامعه شناسی هر گرایشی که ولیو اورینتده، یعنی یه بحث ارزشی داره، یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میده، بحث علمی نداره، عقلی نداره، واقعی نداره، میگه من اینو به اون ترجیح میدم که در کلش مسئله اخلاق مطرح میشه که موضوعش منتفی است، اسمش دینه. به همجاست که من خیلی راحت در ایران وقتی درس میدادم به عنوان مارکسیست، به عنوان یک ایدئولوژیه، به عنوان یک مذهبه، پیغمبر داره، مارکس کتاب داره، سرمایه یا کپیتال اساس تئوریش بر هر سوی تئوری ارزش کار، اضافه ارزش و تکامله. خب همینا رو میشناسیمشون. بنابراین این که شما به من میخواید بفرمایید که پشتش یه مسئله است، ولی حالا این که این ادیان و این باورها و احساساتی که مورد نظر شماست از کی بودن و در طول تاریخ تغییراتی پیدا کردن، تا چه اندازه همکنون وجود دارند، جنبه های مثبت و منفیشون کجاست. ببینید مثلا فرض بفرمایید از نظر جامعه شناسی ادیان بر اساس تعریف کلیشون دو تا عامل متضاد رو داشتن. یکی از یه طرف وحدت بخش بودن، یعنی آدم ها رو کنار هم متحد و به هم چسبوندن و به خاطر هم دیگه جان دادن. یکی بزرگترین عامل تفرقه و جنگ و جدایی بود. و عملا هم شما اینو میتونید ببینید، یعنی پیروان یه دین به هم متحد میشن یا حتی به وحدت میرسن که مرحله بالاتری است و برای هم همه گونه فداکاری میکنن، ولی در این حال هم شما دقیقا میتونید بفرمایید در همون لحظه این ادیان به جان هم میفتن و بزرگترین عامل جنگ و نابودی انسان. برای این جنبه های مثبت و منفیش رو از نظر جامعه شناسی میشه بحث کرد. حالا اینکه در تاریخ در صدا کجا بوده، اینکه چه مسائلی رو داشتن و کدام ادیان، برای که فرض کنید شما وقتی با بودیزم یا مسیحیت آشنا میشید خیلی متفاوته که با یهودیت یا اسلام آشنا بشید، یعنی اینا نوع برخوردشون با موضوع ها متفاوته و به همجاست که جمع کردنشون در یک گروه یا یک مجموعه ای که به نظرمون شبیه و مانند هم میان یه مقداری متفاوت. من البته میدونید امروز با توجه هم به حال بدم، حال خیلی بدم و هم نظر فیزیکی عرض نمی کنم، نظر روانی اصلا آشفته به هم ریخته هستم، بدجوری نگران و مایوسم و احساس خطر می کنم. شما کار من خیلی راحت کردید به خاطر اینکه من میخواستم اون مسائلی که بود پای ریزی که برای سوالم میخواستم بکنم شما همه رو فرمودی. حالا حرف من این بودش که در اون چهل من ببخشید میتونم همچنان تمنای قبلی داشته باشم یا بلندتر یا نزدیک گوشی باشید؟ مرسی. بسیار خوب. بله. و اون موقع در اون چهل پنجاه سال پیش دیده بودم، من شخصا دیده بودم که در کشورهای مختلف آدم ها به راحتی داشتن با هم زندگی می کردن، با مذاهب مختلف و اعتقادات متفاوت و کم کم اصلا دیگه شروع شد که اون اینترریشال ازدواج ها هم به وجود بیاد و بودن، ولی بعد شروع کردن این نابسامانی هایی که پیش اومد تا اغلب اینها بر اساس مذهب و دین بود، یعنی بهانه ای که بود اینها بود و به نظر می اومد و میاد الان که با وجود این که الان
این تمام کسایی که توی همین اختلافات مذهبی با هم هستن، ولی انسان ها ملت با هم اشکالی ندارن، فقط این سیاست مدارا هستن که دارن میان و این مسائل ایجاد میکنن، همونطور که فرمودیم به خاطر مسائل اقتصادی و خودخواهی های خودشون. حالا سوال اول من اینه که این چطور میشه که ما، البته الان برای من دیگه دیره که بخوام به بچه هم یاد بدن یا بچه های ما بتونن همینطور که دارن فرض برای گلوبال وارمینگ پیشبینی میکنن، چطور میشه که اومد و این مسئله که مذهب و دین میاد همه این مسائل رو و آینده رو برای شما میسازه یا اتفاقاتی که میافته به خاطر اونها، اینها رو از سرشون دراریم یا به اون طرف نرن؟ و اینکه آیا همونطوری که فرمودین مسائل شبیه اینکه مارکس اومده بود که میگفت که دین افیون انسان هاست، آیا امکان این وجود داره که بخوایم رفتاری داشته باشیم که ما بچه هامونو یا بچه های ما بتونن بچه هاشونو کاری بکنن که بیشتر بر اساس علم و حقایق بهش نگاه بکنن؟ و از اون طرف هم برمیگرده به این که در موقع ناتوانی های ما به عنوان انسان، هنوزم به نظر میاد که لذت پذیره که ما بتونیم با یک مرجعی که نمیتونیم یا بزرگش کردیم که همه کارا رو میتونه بکنه و از اون بخوایم که کار ما رو درست انجام بده. این سوال اول من بود. ببینید، البته پیچیدگی باز ماننده شنونده عزیز قبلی در صحبت شما مسئله خیلی روشنه، برای که موضوع بسیار مبهم و پیچیده است. یعنی ما واقعا در یه تاریکی قرار دست به تشخیص و بر مبنای اون تصمیم بگیریم، اونو متوجه هستم. من بارها دو تا نکته رو عرض کردم، یک کمی حاشیه است. هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه، هرگز ما به این مسائل و مشکلات پایان نمیدیم، از یه جنگ به جنگ دیگه، از یه بدبختی به بدبختی دیگه میریم، مگر اینکه دو چیز درست بشه. اون دو چیزی که باید درست بشه، یکی 8 سال اول کودکی پدر و مادرها که بیشترین اختیار دارن، بیش از 75% زندگی دست اونهاست، با اصول پرورش و تعلیم و تربیت آشنا و آگاه بشن و فرزندانی که از نظر روانی دست ندارن، پا ندارن، چشم ندارن، گوش ندارن، زبون ندارن رو به وجود نیارن، برای که در طول تاریخ این کار کرد. تا این 8 سال اول درست نشه که خیلی ساده هم میتونه درست بشه، حتی ظرف مدتی کمتر از 5 سال میشه در یک کشوری این اساس رو جا انداخت که همه بدونن درستش چیه. دوم، در بزرگسالی آنچه که اسمش خرد هست، یعنی علم و عقل و واقعیت، اخلاق و انسانیت، مسئولیت و آزادی اساس تصمیم های ما و رفتار ما اگر باشه، ما نجات پیدا کردیم. بلا اگر کودکی بد باشه، ما با همون امروز حتی 90% احساسات و عواطف ما بد و منفیه، یعنی استراب، افسردگی، استرس، شرم و خجالت، احساس گناه، احساس حقارت، یعنی همه ایناست که بدن موجب این مشکلات ارتباطی ما با حتی عزیزانمون میشه، چه رسه به دیگران و چه رسه به دشمنان. این که شما اشاره میفرمایید، ما امروز دقیقاً میدونیم که میشه باورهای اخلاقی و انسانی رو در ذهن و فکر کودکان، چه در محیط خانه و چه بیشتر در محیط آموزشی به وجود آورد که اون چیزی که مورد نظر شما هست اصلا اتفاق نیفته. یعنی مردم به یه مرحله از آزادی و آزادگی مخصوصا برسن که جهان رو خوب و بد و درست و غلط و نجس و طاهر و مؤمن و مشرک و دوست و دشمن و سیاه و سفید نبینن، جهان رو یه خاکستری ببینن که همطور که بارها عرض کردم 5% میتونه درست و خوب باشه، 5% بد و غلط باشه، 90% تفاوته و باش ما راحت بشیم. برای این کار میشه کرد عزیز، یعنی هیچ مشکلی
برای ایجاد اون چیزی که مورد نظر شماست، اون فلسفه، اون جهان بینی، اون موجود اخلاقی، اون موجودی که اصول اساسی براش مطرحه و باوری هم به چیز عجیب و غریبی نداره. برای که همطور که عرض کردم، اونایی که باورمندن حرفی برای گفتن ندارند. پس بنابراین در اون حوزه میشه عمل کرد. معناش این نیست که بچه ها نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف ندارن، ولی این باورها و اعتقادات مبتنی است بر اصول اخلاقی، یعنی عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، حرمت و حیثیت، واقعیت و حقیقت، یعنی 5 اصل اخلاقی است و بر مبنای اون میشه همه اینا رو ساخت و کودک رو به جوانی و بعدا بزرگسالی رسون. اون کاملا شدنی است و هیچ جایی هم برای ادیان نیست. علتش هم این هست که تازه برفرض که شما ادیان رو درست بدانید و یا آنچه که مدعی هستن رو بپذیرید، ابدا متناسب با دنیای امروز نیستند. یعنی این شرایط جوابگویی نیست. یعنی از 100 تا سوال و یا نیازی که من و شما داریم، حتی 90-95% در حوزه و چارچوب گفتگوهای مذهبی و دینی ادیان جهان که حاکمند در دنیا، در اونجا وجود نداره. یعنی اصلا هیچ کدوم از شما از یه بچه 5 ساله یا 15 ساله یا آدم 25 ساله بگید 10 تا 20 تا مسئله و مشکل تو کجاست، وقتی مطرحش کنیم یکیشو نمیتونید هیچ جا پیدا کنید، مگر حرفای بحثای کلی که معنایی نداره. مثل که من به جای اینکه توی 100 ساعت بگم پرورش و تعلیم تربیت چیه، خدمت شما عرض کنم که بچه هاتون رو خوب تربیت کنید. بعد فکر کنم که من همه رو به شما گفتم، شما حالا تکلیفتون رو روشن. اما شما نمیدونید اگر این بچه اون بچه رو زد باید چی کار کرد، اگر این بچه نخواست بره مدرسه باید چی کارش کرد، اگر این بچه نگرانه و میلرزه و میترسه چی کارش باید کرد. اینا که هیچ جا نیست. کجا هست؟ به من نشون بدید. یعنی تو این کتابا هیچی نیست. بنابراین اون چیزی که وجود داره، حتی بدونی که بخوایم به جنگ پیروان ادیان بریم، حرف این است که پاسخ به پرسش‌های ما و پاسخ به احتیاجات و نیازهای ما در این کتاب‌ها وجود نداره. نمیگم مثلا در میان پیروان. حالا اگر این باورها و اعتقادات دیگه از خطم خارج شدند و آمدن جنبه‌های افراط و تفریطی گرفتند و بعدا بازار حوزه فرض کنید حریم سیاست شدند یا اقتصاد شدند یا خانواده شدند، فقط فاجعه درست میکنند. و ما به دلیل تحولاتی که به ویژه حالا تیه شاید بشه گفت برای جنگ جهانی دوم، برای یه مدتی در مسیر درست افتادیم، برای که آسیب کشت و کشتارها در جنگ جهانی اول دوم و تازه بعدش با ویتنام و مسئله کره و اینا ادامه پیدا کرد، بذار بگم حتی آخر قرن بیستم وقتی 120 میلیون کشته داریم توی قرن، 120 میلیون انسان رو کشته داریم که در تمام طول تاریخ 11 میلیونش هم کشته نشده، به خودمون آمدیم و در مسیر نوعی یاری و همراهی حرکت کنیم کردیم. اما متاسفانه چه سود که خیلی زود همه اینا به هم ریخت و امروز شما در یه دنیایی قرار دارید که دفعه دو مرتبه متوجه میشید همون گونه که به موضوعهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان نگاه میکردن دوباره پیدا شده. یعنی میشه با بهانه جنگ جهانی اول رو انداخت، جنگ جهانی دوم رو، حالا آقای پوتین هم یه جنگ دیگر رو میندازه و به دلیل پشتوانه اتمی که داره بقیه هم نمیدونن چی کار باید بکنن. یا حوادث اتفاقات اخیر، آدم ها حاضر شدن بکشند حتی اگر کشته بشن و اونم دست به فجایعی بزنن که اگر مدعی حق و انسانیت و عدالت و آزادی هستیم، حتی اگر بدترین دشمن ما هم در یه چنین اتفاقی برش میفته، ما باید ازش دفاع کنیم که نیفته، تا اینکه خودمون موجبش باشیم. چون شما نمیتونید مدعی اصول اخلاقی انسانی باشید ولی با بیرحمی انسانها رو بکشید که هیچ حیوان درنده‌ای
شکاری که بر اساس غریزه باید بکشه رو نمیکشه. اینقدر بیرحمانه، اینقدر فجیع و بیشرمانه. خب به همین جهت هست که ما میتونیم نور باشیم یا ظلمت، و دقیقا مسئله انسان همینه، این دو درش هست. و وقتی که نظام پرورش و تعلیم و تربیت، بعدا محیط و آموزشی، و بعدا نظام اجتماعی ما رو میبره به سمت بدترین حیوان، به اون سمت حرکت میکنیم، و وقتی ما رو ببره به سمت بهترین انسان، میتونیم بهترین باشیم. و این از نظر علمی از هزار متخصص یک نفر هم در این باره تردید نداره که این کاملا شدنی است. بنابراین ما یه مایه‌ای داریم برای اینکه لذت ببریم و لذت بدیم و رنج نبریم و رنج ندیم، ولی درست مایه‌ای داریم که رنج ببریم و رنج بدیم و لذت نبریم و لذت ندهیم. یعنی و امروز ما به اونجا رسیدیم که قصد نوعی خودکشی و آسیب به خودمون داریم، حالا یا به تدریج با این باورها و احساسات و اعتقادات، یا یک باره است در یک لحظه که میکشیم و کشته میشیم. بنابراین موضوع ها عمیق و سنگینه، ولی تنها نکته‌ای که میتونم عرض کنم این است که در دل همه این تاریکی ها و ابهام روشنایی و نور هست. آیا این فرصت رو، این امکان رو به خودمون میدیم که وارد اون مرحله بشیم و به خوبی و مهربونی و نور دسترسی پیدا کنیم و در اون زندگی کنیم، یا اینکه خودمون رو نابود میکنیم؟ و این متاسفانه تاریخ زندگی انسان هست. یعنی اگر از اول وجود انسان بر روی کره زمین شما بذارید روز اول ژانویه، ساعت فرض کنید یک ثانیه بعد از نیم شب، از نظر زمان ما امروز در ساعت 11:55 روز 31 دسامبر، یعنی تاریخ بشریت از اونجا تا اینجاست. و به همین جهت است که گفته شده اگر تو این 5 باقی مونده، یا تو شاید 2-3 هم رفته، بتونیم خودمون رو از تاریکی که در طول تاریخ به گناهی مختلف داشتیم به روشنایی برسیم، نجات پیدا کنیم. بنابراین حتی یک کسی مثل برتران راسل که باور به وجود خدا نداره، میگه من اگر قرار بود خدایی باشه، یا اسمی میبره که الان خاطرم نیست چون کتابا رو سالهای قبل خوندم، میگه فقط از خدای خواهش دارم به ما این 2-3 فرصت رو بده، 2-3 فرصت رو بده، ما رو این همه سال در این همه جهل و ترس و خودخواهی غرق کردی و این همه به راحتی بر اساس به خاطر هیچ هم دیگر رو کشتیم، یه فرصتی بده، نابودمون نکن. ولی متاسفانه اونطور که در قسمت اول عرایزم عرض کردم، ما برای اولین بار این دانایی رو پیدا کردیم که میتونیم کره زمین رو به خاکستر تبدیل کنیم و برای همیشه نسل انسان رو از روی زمین برداریم که دیگه انسانی نباشه. و این مخصوصا وقتی که میبینیم یه عده‌ای این چنین برای حل مسائلشون حرکت میکنن، یعنی به جای گفتگو به جنگ متوسل میشن، تازه نه به جنگی که حداقل انسانها در طول تاریخ پذیرفتن یه قواعدی داره و حتی یه چیزی به اسم جنایت جنگی هم برش قائلن. یعنی تو جنگ یه سری کارا رو نمیشه کرد، یه اسیر رو نمیشه کشت، یه مریض رو نمیشه کشت، سالم بود میکشتیش همونطور که اون میخواست تو رو بکشه، ولی که اسیرته و مریضته نکش. یعنی حتی ما اومدیم یه چیزی به اسم جنایت جنگی پذیرفتیم. اما شما میبینید در دنیای ما امروز یک کاری میشه که جنایت جنگی در مقابلش هیچه، و این فجایع به هیچ وجه اینگونه بیرحمانه و بدون توجه به عواقبش در اتفاق میفته. بگذارید بیش از این نه شما منو و نه من شما رو غمگین کنم، بگذارید بریم، شاید ببینیم شنونده دیگری حرفی داره که من شما از این حال بیرون میام. ولی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. با تشکر از سخاوت